سلام دوستان عزیز، خسته نباشید. قرار شد یه سری جمع‌بندی واسه عید نوروز هم داشته باشیم که با مبحث 12 با هم شروع کنیم. بریم تست شماری. نمودار شتاب زمان متحرکی که روی محور X حرکت می‌کند مطابق شکل زیر است. اگر در لحظه 3 سرعت متحرک 1 متر بر ثانیه باشد، سرعت متوسط متحرک در بازی زمانی 1/7 ثانیه تا تی 2/12 ثانیه چند متر بر ثانیه؟ ببینید بچه ها، همونطور که میبینید نمودار شتاب زمانه. 10 ثانیه اول شتاب مثبت 2، از 10 تا 15 شتاب منفی 3. خب یادتونه دیگه، شتاب مثبت بود به سرعت اضافه میکردیم، منفی بود کم میکردیم. الان شما دقت کنید، من لحظه 3 سرعت گفته چنده؟ لحظه 7. خب ببینید، لحظه 7 تو بازی زمانی 10 ثانیه اوله، پس شتاب همون 2ه. درست شد؟ 2 تا 2 تا بعد اضافه کنیم. از 3 تا 7 4 ثانیه، از 4 تا 2 تا اضافه کنیم سرعت از 1 میرسه به 9. لحظه 10 همینطور، از 7 تا 10 دوباره شتاب مثبته 2، 2 تا 2 تا اضافه میکنیم، 3 تا 2 تا به 9 اضافه بشه یعنی 6 تا، سرعت میشه 15. از 10 به بعد شتاب منفی 3. فقط حواستون باشه ما تا لحظه 12 باید بریم. حالا 3 تا 3 تا کم میکنم، 10 تا 12 2 ثانیه، 3 تا 3 تا کم کنیم 6 تا باید کم کنیم، پس سرعت میشه 9. پس من فهمیدم الان ما از لحظه 7 تا 12 رو کار داریم، سرعت از 9 میرسه به 15، بعدم میشه 9. جا به جایی یادتونه دیگه، دلتا ایکس وی اول آخر رو جمع میکردیم، تقسیم بر 2 ضرب در دلتا تی. حالا اینجا و اینجا باید حساب بشه، 9 و 15 24 تقسیم بر 2 12. زمان چند ثانیه است؟ 3 ثانیه. پس اینجا میشه 36 متر. دوباره 9 و 15 میشه 24 تقسیم بر 2 12. اینجا زمان 2 ثانیه است، ضرب در 2 میشه 24. یعنی از 7 تا 12 جا به جایی متحرک من 36 و 24 60 متره. از ما چی خواسته؟ وی متوسط. خب وی اوریج دلتا ایکس به دلتا تی، جا به جایی 60، از 7 تا 12 هم 5 ثانیه 12 متر بر ثانیه. کنکور خارج از کشور 1400. خیلی ساده. درست شد؟ بریم تست شماره 2. بازم 1400 خارج. میگه اتومبیلی با سرعت ثابت در یک مسیر مستقیم در حرکت است. راننده با شتاب ثابت ترمز میکند و پس از طی مسافت 150 متر تندی متحرک نصف میشود. یعنی اگر اینجا تندی وی بود، بعد اینکه 150 متر را رفته میشه چقدر؟ وی دو با. اتومبیل از لحظه ترمز تا توقف کامل چند متر را طی میکند؟ یعنی اینکه از اونجا تا سرعتش نصف شد 150 متر جای خود، حالا بعد این که سرعت نصف میشه تا بره به صفر برسه چون ترمز کرده دیگه، ما باید اونم حساب کنیم و بعد با هم جمع کنیم و جا به جایی کن. ببینید دوستان، رابطه خیلی مهم و کاربردی مستقل از زمان رو یادتونه دیگه، V2 منهای V0 2 مساوی بود با 2A دلتا X. خب مرحله اول V اولش Vه، V آخرش V دومه، یعنی میشه V دوم به توان 2 منهای V به توان 2. دو آ خودش هم گفته در این قسمت 150 متر رو طی میکنه، 150. از اینجا میتونیم آ رو به دست بیاریم. خوب نگاه کنید، میشه V دو چهارم منهای V دو، به عبارتی منفی 3/4 V دو. درست شد؟ 3 با 150 ساده بشه 50 میمونه، 2 تا 50 تا 100 تا طرف این وسط این کنیم، پس شتاب ما میشود منفی وی دو 400 متر بر میزور ثانیه. درست شد؟ حالا سرعت که نصف شده تا بره برسه سرعت صفر یعنی متوقف بشه، مرحله دوم. پس دوباره من میگم وپرین به توان 2 منهای وی صفرین به توان 2، شتاب که ثابته، دلتا ایکس مرحله بعدم دلتا ایکس فری، بی آخر که صفره چون متوقف میشه،
وی اول مرحله دوم میشه وی آخر مرحله اول، یعنی همون وی دوم. وی دوم به توان دو مساوی با شتاب چقدر شد؟ منهای وی دو چهارصدم در دلتا ایکس برین. درسته؟ حالا سادهش کنید. ببینید این بر میشه وی دو منفی وی دو چهارم. منفی که با منفی میره، وی دو هم با وی دو میره. 400 رو شما به 4 رو به 400 ساده کنید میشه 100، که 2 هم با 100 ساده بشه 50، یعنی دلتا ایکس این مرحله میشود 50 متر. خب بچه گفته از لحظه ترمز تا توقف، ترمز که کرد اولی 150 متر رفت، بعدم تا بره توقف کامل 50 متر دیگه، پس جابجایی کل میشود 200 متر. باز هم خارج از کشور 1400. روشو بسیار بریم. بریم تست شماره 3. آها، یه سوال خیلی قشنگ باز از کنکور 1400 خارج. ببینید میگه نمودار مکان زمان دو خودرو که روی خط راست حرکت میکنند مطابق شکل زیر است. در لحظه های T1 و تی دو بزرگتر از تی یک، فاصله دو متحرک از هم 600 متر است. تی دو به تی یک کدام است؟ من قبل اینکه این سوال رو حل کنم، شما میبینید مکان آ از مکان ب جلوتره، پس لحظه تی یک این آی که 600 متر از ب جلوتره. مرحله بعد یا لحظه تی دو همونطور که میبینید، حالا الان حسابم میکنیم، شیب نمودار B از شیب نمودار آ بیشتره. خب در نمودار مکان شیب سرعت بود، پس سرعت B از A بیشتره و لحظه تی دو این B که 600 متر جلوتر از A خواهد بود. نمودار خط راسته. B چی بود؟ نمودار خط راست حرکت یک نواخت. V بود دلتا X به دلتا T. ببینید بچه ها، الان V A رو بخوایم به دست بیاریم، دلتا Xش از 400 به 500 رسیده. 100 متر. زمانم که 10، V A میشه 10 متر بر ثانیه. وی ب رو بخوایم به دست بیاریم، از منفی 300 به 0 رسیده، زمانم 10. پس جا به جای 300 زمانم 10. وی ب هم 300 متر 30 متر بر ثانیه. عرض کردم خیلی راحت از همون نگاه اولم شیب ب از آ بیشتره، پس سرعت ثابتش باید از آ بیشتر باشه. حالا خوب نگاه کنید، نمودار خط راست و حرکت یک نواخت، معادله مکان چی بود؟ bt به علاوه x0. اینو که یادتون هست، اطلاعاتم رو شکل مشخصه. الان x0 a 400، v a رو در آوردیم 10، x0 b منهای 300، v b هم در آوردیم 30. در ضمن نمودار سعودی v a مثبت در اومده. درست شد؟ خب ببینید من میگم x a منهای x b میشود B A T به علاوه X صفر A منهای B B T به علاوه X صفر B. لحظه T1 A بود که از B جلوتر بود، پس این میشه واسه T1. گفته فاصله چقدر باشه؟ 600 متر. جا گذاری کنیم 10 تا T1 به علاوه 400. من یه هم منفی رو تو پرانتز ضرب میکنم، منهای 30 تا T1. بچه ها x صفر b منفی 300، منفی در منفی، این هم میشه مثبت 300. اگه اجازه بدید من یه حساب کنم. ببینید این ور میشه منفی 20 T1، بیاد این ور میشه مثبت 20 T1. 600 هم بیاد از 700 کم بشه 100، پس T1 ما 100 به 20 میشه 5 ثانیه. این لحظه T1ی که متحرک A از B 600 متر جلوتره. حالا یه بار دیگه بریم لحظه تی دو. خب وی بی از وی آ بیشتره، پس به مرور زمان جلوتر بزنه، پس لحظه تی دو لحظه ایه که به 600 متر از آ جلوتره. این دفعه میگم ایکس به منهای ایکس آ مساوی با وی به تی به علاوه ایکس صفر به منهای وی آ تی به علاوه ایکس صفر آ. درست شد؟ خب گفتیم این لحظه تی دو دیگه، پس این دفعه هم تی رو تی دو میذاریم. دوباره فاصله شون طبق گفته تست باید بشه 600. 3 تا تی دو به علاوه، معذرت میخوام،
x صفرش منفی 300 منهای 10 تا تی دو. بچه x صفر آ 400 منفی توی ضربشون میشه منفی 400. بریم حساب کنیم ببینیم تی دو چقدر میشه. حالا این بر میشه 20 تی دو سر جاش بمونه، منهای 700 هم بیاد با این جمع بشه میشه 1300. یعنی تی دو ما میشه 1300 به روی 20. 1200 به 20 60، 100 به 20 هم 5، پس میشه 65. 65. حالا سوال چی گفته بود؟ تی دو به تی یک، 65 به 5 جواب گزینه دو. حالا این حرفا رو زیاد سر کلاس بهتون زدم، ولی شاید لازم باشه دوباره بهتون بگیم. بلخص این دو سه هفته‌ای که همونه میبینیم و ایام تعطیلات خودتون باید درس بخونید، میبینید که 99400 وارد یه فضایی شدن که محاسبات خیلی مهمه، روش های میانبرد دیگه جایی نداره. پس خواهش میکنم قدری حوصله‌تون و تمرکزتون یه محاسبات تستا رو ببرید بالا. بریم سوال چهار. تست شماره 4 میگه نمودار مکان زمان متحرکی به صورت زیر است. در بازی زمانی 0 تا 10 ثانیه تندی متوسط متحرک چند متر بر ثانیه بیشتر از اندازه سرعت متوسط متحرک است. خب ببینید بچه ها، تندی متوسط که حالا مسافت به زمان همیشه مثبت در میاد، ولی سرعت متوسط با توجه به دلتا ایکس که مثبت باشه یا منفی میتونه منفی دارد. بنابراین قطعا از روی نمودار کاملا مشخصه که منفی در میاد، اون شتابمون منفیه. بنابراین گفته اندازه، یعنی حساب که کردید اندازه رو میارید. ما قراره بگیم S average منهای اندازه V average چقدر میشه. خب دوستان عزیز، من اول باید ببینید خیلی چیزا مشخصه روی نمودار. در آموزشی با هم صحبت کنیم. x صفرش 27 متر، لحظه 3 ماکسیمم مکان، سرعت 0، x هم که شده 36 متر. چون تقعر این مکان یا به اصطلاح سری کلاس چوله داره، شتاب منفیه و الی آخر. دو تا رابطه خیلی مهم ما داشتیم. وقتی یه دونه شتاب داریم، شتاب ثابت بود، دلتا ایکس رو میگفتیم یک دوم آ تی دو به علاوه بی صفر تی. از 27 به 36 رسیده، 9، یک دوم شتاب مجهوله، زمان 3 ثانیه، بی صفر رو نداریم، دوباره زمان 3. با اجازتون من یه ها اینو سادش بکنم. الان نگاه کنید، 9 مساویه با 9 دوم آ به اضافه 3 بی صفر. همه رو به 3 تقسیم کنید، شما خیلی راحت میتونید بگید 3 دوم آ به علاوه بی صفر مساویه با 3. یه معادلی دو مجهولی به ما داد. شتاب که ثابت بود میگفتیم رابطه سرعت هم هست، آتی و علاوه بی صفر. لحظه ده نقطه اکسترموم مکان ما، سرعت صفر، شتاب که مجهوله، دوباره تی سه بی صفر. هم اگر بیایم بنویسیم یه معادله دو مجهولی دیگه به ما داده میشه، دای و علاوه بی صفر میشود صفر. دستگاه دو معادله دو مجهول، چون این حرفا زیاد سر کلاس تکرار شده، من شفایی بهتون میگم. بالا رو توی منفی ضرب بکنید، این با این میره، سه آمن های سه دوم آ میشه سه دوم آ مساوی با منفی سه. از اینجا راحت آ در میاد، منفی دو متر بر میزور ثانیه. حالا میتونید اون آ رو توی یکی از این معادلات بذارید، مثلا تو پایینی که ساده ترش. سرعت اولی همون چند میشه؟ 6. بازم حرفمو تکرار میکنم، یه تکراری بر نکات نمودار که خیلی روش تاکید داشتیم. حتما سوال دارید، دو تا سه تا شیب نمودار شروع سعودیه، بیسه باید مثبت دراد، تقعر در این نمودار رو به پایینه، چوله باید آم منفی دراد. خب ببینید بچه ها، بریم ببینیم در لحظه ده، ما الان شتاب و سرعت اولیه رو داریم، بریم ببینیم در لحظه ده این متحرک مکانش کجاست. یک بار دیگه من رابطه دلتا ایکس رو می نویسم، حالا میگم دلتا ایکس فری، یک دومه
تیدوم این بذارم تپرین به توان دو وی سف تپرین. خوب نگاه کنید، من واسه اینکه کارم تو محاسبات ساده تر بشه لحظه سه به بعد رو در نظر میگیرم، یعنی وی سفر من دیگه میشه وی این نقطه که سفره، از کلن وی سفر تپرین سفر. از طرف دیگه از سه به بعد دارم حساب میکنم، از سه تا ده هفت ثانیه باید زمان رو بذارم، پس شتاب ما شد منفی دو، زمانم هفت میذارم، به عبارتی دلتا ایکس پرین من میشود منفی 49 متر. درست شد؟ یعنی جا به جایی متحرک من از لحظه 3 تا 7 میشه منفی 49 متر. من از کجا این مرحله دومو در نظر گرفتم؟ از اون بالا. مکان 36ه، 49 متر در خلاف محور ایکس باید بریم. پس به عبارتی، حالا نیازی هم نیست ولی واسه این که حوصله گرفتیم از مباحث فصل اول یه ذره با حوصله بهتون میگم مشابه کمکتون بشه. بنابراین لحظه ده بچه از 36 49 متر به پایین، 36 تا 49 چقدره؟ 13 متر فاصله. پس ایکس لحظه ده میشه منفی 13. درست شد؟ میگم نیازی هم نبود ولی حالا خواستیم تکرار کنیم. بریم حساب کنیم کندی متوسط مسافت به زمان از 27 تا 36 9 متر رفت، از 3 تا از 0 تا 3 9 متر در جهت x، از 3 تا لحظه دم 49 متر این بری اومد، جمع اینو با هم میشه چند؟ 58. زمانم که 10 ثانیه است، 58 دهم متر بر ثانیه. کندی متوسط جا به جایی به زمان، زمان که دهه. بچه بریم سراغ جا به جایی. حالا نگاه کنید این 9 متر رفته 49 متر برگشته، پس جا به جایی ما میشه چقدر؟ منفی 40. درست میگم؟ 9 متر اونوری رفت، 49 متر برگشت خلاف محور x، کوتاه‌ترین فاصله شروع پایان میشه 40 که آخر نسبت به شروع پایین تره، منفی 40. پس وی متوسط هم میشه منفی 4 متر بر ثانیه، که البته ما اندازش رو خواستیم تو جواب آخر، منفیش رو در نظر نمیگیریم. S average منهای اندازه V average میشود 58 دهم منهای 4 1.8 دهم متر بر ثانیه. گزینه 3. یه تستایی هم که حالا مطمئنم خیلی از نکاتشون که براتون تکراریه ولی شما به شکل آموزشی نگاه کنید. بارهای بار بهتون گفتم وقتی یه بار دو بار سه بار قشنگ مسلط میشید به تستا و مطالب، سعی کنید مرحله بعد بازی کنید با سوال، صورتش رو تغییر بدید، حالا خواسته سوال عوض کنید و هر چیز دیگری که تنوع میده. بریم تست شماره 5. تست خیلی قشنگی دیگه. نمودار شتاب زمان متحرکی که با سرعت اولیه 20 متر بر ثانیه در جهت محور X حرکت می کند مطابق شکل زیر است. جا به جایی متحرک در مرحله‌ای که حرکت جسم تند شونده است. مرسی که داره میگی آبی مثبت باید باشه. چند برابر جا به جایی آن در مرحله‌ای است که حرکت جسم کند شونده است. یعنی آبی باید چی بشه؟ منفی. من اگر مثلا مرحله اول دلتا ایکس بگیرم، مرحله دوم دلتا ایکس پرین بگیرم، در واقع این سوال به من گفته نسبت دلتا ایکس به دلتا ایکس پرین. حالا چون چند مرحله تند و کند باید داشته باشیم، من دارمش. دلتا ایکس کل مرحله تند به دلتا ایکس کل مرحله کند. درست شد؟ خب دوستان عزیز، باز هم بریم روش تساودی رو که یاد گرفتید اجرا کنیم. خوب نگاه کنید، زمان از چی شروع میشه؟ از صفر. میریم میرسیم به 10 ثانیه، بعد میرسیم به 15 و بعد هم میرسیم به، درست شد؟ سرعت اولیه 20ه.
ده ثانیه شتاب منفی چهار، چهار تا چهار تا باید کم کنیم، ده تا چهار تا چهل تا کم میشه، سرعت میرسه به منفی 20. از 10 تا 15 سرعت ثابته، پس این سرعت منفی 20 ثابت میمونه. از 15 تا 30 شتاب 2، دو تا دو تا بعد اضافه کنیم، 15 تا 2 تا 30 تا، منفی 20 30 تا بذاره روش میرسه به مثبت 10. درست شد؟ شما قراره در مورد علامت آبی صحبت کنید. پس جاهایی که سرعت مثبت منفی شده اون وسط صفر شده، اینو باید تکلیفش معلوم بشه. سرعت از 20 شده منهای 20، پس این وسط صفر شده. خب اینجا شتاب ثابته، تو 10 ثانیه 40 تا کم شد، برای اینکه 20 تا کم بشه میشه لحظه 5. از 10 تا 15 سرعت ثابت، علامت تغییر نکرده برای بی. از 15 تا 30 سرعت از منهای 20 شده 10، پس دوباره این وسط سرعت چی شده؟ صفر شده. خب ببینید از 15 به بعد شتاب 2ه، یعنی 2 تا 2 تا بعد اضافه کنیم، منهای 20 تا به صفر برسه 2 تا 2 تا اضافه کنیم 10 ثانیه طول میکشه، پس اینجا میشه لحظه 25. درست شد؟ خوب نگاه کنید، بی مثبت، بی منفی، با این قسمت که اصلا کاری نداریم چون سرعت ثابته، شتاب صفر، حرکت یک نواخت، ما کاری باش نداریم. مرحله بعد اینجا وی مثبت، اینجا وی منفی، پس وی مثبت، وی منفی، وی منفی، وی مثبت. از طرفی 10 ثانیه اول آ منفیه، اینجا که گفتیم شتاب نداریم، 15 ثانیه بعد آ چیه؟ مثبته. حالا بریم دونه دونه حساب کنیم. من رنگو عوض کنم. منفی در مثبت منفی، پس اینجا میشه کند شونده. منفی در منفی مثبت، اینجا میشه تند شونده، دلتا ایکس میدارم. مثبت در منفی منفی، اینجا میشه کند شونده، دلتا ایکس پریم میذارم. مثبت در مثبت مثبت، اینجا میشه تند شونده، دلتا ایکس میذارم. همین الان تو تست یک گفتیم برای محاسبه جابجایی سرعت ها با هم جمع میشه تقسیم بر دو. الان 20 و 0 20 تقسیم بر دو 10، زمانش 5 ثانیه است، پس این میشه 50 متر. دوباره 0 و منهای 20، منهای 20 تقسیم بر دو منفی 10 ضرب در 5 میشه منفی 50. منهای 20 و 0 میشه منهای 20 تقسیم بر دو منفی 10. از 15 تا 25 10 ثانیه است، منفی 10 ضرب در 10 میشه منفی 100 متر. و اینجا هم که 0 و 10، 10 تقسیم بر 2 5، زمانم که عرضم به حضورتون 5 ثانیه است، 5 5 تا 25 تا. درست شد؟ حالا بریم دونه دونه حساب کنیم، چیز جدا جدا حساب کنیم. مرحله اول دلتا ایکس کل واسه تند شونده، دلتا ایکس کل، یه منهای 50 متر دارم، یه مثبت 25 متر میشه منفی 25. مرحله تند کند شونده، یه 50 متر دارم، یه منفی 100 میشه منهای فرضاً بزرگتون 50. دلتا ایکس به دلتا ایکس ببین تابعه میشه با منهای 25 به منهای 50. بعد این سال بعد از ادیت نهایی ویب شد و اینا راه گذینش بدم راست. بسیار عالی دوستان عزیز، بریم تست شماره 6. بدم مونده بود که الان اصلاح کنم. یه تست قشنگ دیگه از حرکت یک نواخت. ببینید بچه ها، سوال اینه، میگه قطاری با سرعت ثابت در حرکت هست. خب میدونید دیگه، وقت سرعت ثابت بود دلتا ایکس وی تی بود. ناگهان آخرین واگن قطار از آن جدا شده و قطار با همان سرعت به راه خود ادامه می دهد. نسبت مسافتی که واگن تا ایستادن طی می کند
به مسافتی که قطار در همین مدت طی می‌کند کدام است؟ خب قطار که سرعتش ثابته، دلتا ایکسش میشه وی تی، بحثی که نداریم. اما واگن اول سرعتش وی بود، اون داشت با قطار میرفت. از قطار جدا بشه سرعت کم میشه، داره بشه صفر بی آخرش. دیگه دلتا ایکسش رو میگیم وی به علاوه وی صفر مقسم بر دو ضرب در تی. وی آخرش که صفره، وی صفرش همون وی قطاره تقسیم بر دو ضرب در تی. پس دلتا ایکسی که واگن طی میکنه میشه وی دوم تی. خیلی قشنگ شد. همون تی رو که قطار گفته، مدتی که قطار طی میکنه تا مدتی که واگن وایسه. پس تی واسه جفتشون یکی. گفته جا به جایی چقدر. دلتا ایکس بریم به دلتا ایکس. شد. سه شماره 6. تست شماره 7. بریم کنکور خارج باز. فکر کنم 99 بود. متحرکی در یک مسیر مستقیم از حال سکون شروع به حرکت میکنه با شتاب 3 متر بر میزور ثانیه. بعد از مدتی حرکتش رو با شتاب 1 متر بر میزور ثانیه کند میکنه. پس اینجا آ مثبت بود، اینجا آ منفی. آ منفی بشه سرعت کم میشه تا اینکه در نهایت بره اون متوقف بشه. درسته؟ میگه اگر مسافت طی شده در کل مسیر 600 متر باشد، مسافت طی شده در 3 ثانیه اول حرکت چند متر است؟ ببینید بچه ها، من نمودار وی تی این متحرک رو براتون رسم کنم. قشنگ دقت کنید. سرعت اولیه که صفره، بحثی نداریم. اول شتاب 3 بوده، پس این نمودار چون شتاب 3 بودی مثلا تی. بعد شتاب شده منفی 1، کند شده، نزولی میشه تا توقف، تا بیسته، پس بره بخوره به محور تی و وایسه. اینجا شتاب مثبت 3 بود، اینجا شتاب منفی 1. من یه سوالی از شما دارم. ما تو تستای قبل هم الان تکرارش کردیم. شتاب مثبت به اندازه شتاب به سرعت اضافه میشه، منفی باشه به اندازه شتاب از سرعت کم میشه. الان شما 30 ثانیه با شتاب 3 جلو رفتی، یعنی سرعتت از 0 به چی میرسه؟ به 3 تی میرسه. درست شد؟ حالا از اینجا تا اینجا شتاب تو 1/3 شده، یعنی اگه اولی 3 بود الان شده 1. خب سرعت من تو تی ثانیه با شتاب 3 هر چی زیاد بشه، با شتاب 1 اگه بخوام اون سرعت رو برگردونم به 0 دوباره، زمان چند برابره؟ 3 برابره. یعنی این یه تی که میشه 3 تی. به عبارتی لحظه توقفش لحظه 4 تیه. درست شد؟ 3 تا 3 تا اضافه شده، تی ثانیه طول بکشه، پس اگه یکی یکی کم کنیم تا به 0 برسیم، شتاب 1/3 حالت قبل زمانش میشه 3 برابره، اون میشه 3 تی. این شد نمودار وی تی برای این متحرک. اونجا بحثی نیست. حالا گفته مسافت کل مسیر 600 متره. میدونید دیگه نمودار وی تی سطح زیر نمودار مسافت بود. مسافت بود. مثلث 1/2 قاعده ضرب در ارتفاع. قاعده 4 تی ارتفاع وی. اینی که خودش گفته 600. دوستان عزیز، شما جای وی چی میتونید بذارید؟ ستی. همین الان گفتیم. اگر اینو سادهش کنم، خوب نگاه کنید. 3 با 600 200 میمونه. 200 به 4 میشه 50 که طرف این وسط این 2 هم بره ضرب در 50 100. تی 2 50 تی 2 100 باشه خود تی میشه 10. پس اینجا لحظه 10 ثانیه است. اینجا لحظه 40 ثانیه است. درست شد؟ حالا سوال از ما چی میخواد؟ میگه مسافت طی شده توی 30 ثانیه اول، اینجا لحظه 10 باشه مثلا لحظه 30 میشه اینجا. درست شد؟ میگه مسافت رو توی این 30 ثانیه. خب من نمیگیم نمودار وی تی مسافت سطح زیر نموداره. حالا بریم مساحت سطح زیر نمودار رو تو 30 ثانیه به دست بیاریم. یه مثلث اینجا دارم، یه زوزنقه هم اینجا دارم. بعد بریم اینا رو حساب کنیم. مساحت از طرفی هم اینا رو دیگه میدونیم دیگه، تی شده 10، پس اینجا 30 بوده.
از لحظه 10 تا 30 یعنی 20 ثانیه شتاب منفی 1 1 1 کم کنیم 20 تا باید کم کنیم. پس در این نقطه هم 20 تا از 30 کم کنید سرعتتون رسیده به 10 متر بر ثانیه. از 10 تا 30 شتاب منفی 1 20 ثانیه 1 1 کم کنیم 20 تا از 30 باید کم کنیم پس اینجا سرعت میشه 10. بریم دونه دونه حساب کنیم. S1 یه مثلثه، یک دوم قاعده ضرب در ارتفاع 300 به 2 150 متر. بریم مساحت S2 رو حساب کنیم. یه زوزنقه مجموع دو قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر 2. بچه قاعده بزرگش C، قاعده بزرگش 10، چیکش 10 میشه 40، ضرب در ارتفاعش از 10 تا 30 20 ثانیه است تقسیم بر 2 میشه چقدر؟ 400. پس مساحت کل این دوتا با هم دیگه میشه 550 که همون جا به جایی یا مسافت در 30 ثانیه اوله. این هم خارج از کشور 99 تست قشنگی. بسیار عالی. بریم تست شماره 8. آها یه تست خیلی قشنگ و فنی. ببینید بچه ها سوال اینه، میگه نمودار شتاب زمان متحرکی که از حال سکون شروع به حرکت کرده است مطابق شکل زیر است، در چه لحظه ای سرعت متحرک بیشینه میشود؟ یعنی سوال تست داره به شما میگه وی ماکس موقعی که هست زمانش رو بگید چند ثانیه است. خیلی سوال قشنگیه. ببینید همونطور که الان تو تست قبلم بهتون گفتیم ما نکات نمودارها رو که به شما گفتیم داشتیم دیگه. نمودار وی تی سطح زیر نمودار دلتا ایکس، حالا مسافت هم میتونیم بگیم سطح زیر نمودار آتی دلتا ویه. مساحت بالا بود حالا دلتا ایکس دلتا وی مثبت، پایین بود منفی. خوب نگاه کنید، متحرک ما از حال سکون شروع به حرکت کرده، بی صفر صفره. خب مساحت بالا مثبته، از این وی رفته رفته افزایش پیدا میکنه. مساحت پایینی یه تیکه منفیه، پس وی ما هرچی در این نقطه‌ای که تیغت میشه برسه از اونجا به بعد این مقدار ازش کم میشه، درسته؟ چون دیگه پایین منفیه. نتیجه بیشترین سرعت دقیقا اونجاییه که محور تیغت میشه، یعنی فقط مساحت بالا که دلتا وی مثبت و به این وی صفر اضافه میشه قبوله. بعد اون نقطه دیگه دلتا وی منفی میشه شروع میکنه به کاهش. ما باید بریم ببینیم تی اینجا چقدره. خودتون دارید میبینید دیگه، از 4 تا 7 3 ثانیه، شتاب از 5 شده منهای 2.5، یعنی شیب این نقطه بچه تو 3 ثانیه 7.5 کم شده. ببخشید شیب این نقطه میشود منفی 2.5. حالا 5 بخواد بشه 0، 2.5 2.5 کم کنیم چقدر طول میکشه؟ 2 ثانیه. از اینجا تا اینجا اگر 2 ثانیه طول بکشه پس این نقطه میشود لحظه 6. بابا گزینه هم تست چنگ. دلتا وی بالا مثبت دلتا بعد با صفر اضافه میکنیم، پایین منفی ازش کم میکنیم، به هر سرعتی که رسیدیم از بیشترین سرعت میشه همون لحظه ای که محور تی قطع میشه، دلتا وی مثبت به منفی تبدیل میشه. تست شماره 9، در شکل مقابل واگن با شتاب ثابت به سمت راست در حرکت است، شتابمون هم 2، حداقل نیروی F برای آن که جسم روی دیوار ساکن بماند، بهتون اومد دیگه آسانی حرکت، 10.4 نیوتن است. ضریب اصطکاک دیواره با این جسم چقدر است؟ نیمون مجهوله. عزیزان الان چه نیروی اینو داره میکشه پایین؟ چی نمیذاره این بیاد پایین؟ اصطکاکش با دیواره FS. حالا اینجا جا نیست من F خالی میذارم، پس اینا با هم برابرن. خود اصطکاک رابطه‌اش چی بود بچه ها؟ مو در N حالا یا F N مساویه با MJ. F N هم بود عمود تکیه، درست شد؟
خوب نگاه کنید، تو تست هایی که ما عمدتا براتون حل می کردیم، حالا یا سوال های کنکور، دیواره ساکن بود، اما الان دیواره واگونیه که خودش در حال حرکته. حالا از شما سوال دارم، ما برای FN عمودی تکیگاه چه کار می کردیم؟ گفتیم قانون سوم نیوتن، عمل و عکس العمل برابر، عمودای اون بر و عمودای این بر برابر، درسته؟ الان که نگاه میکنم، قشنگ دقت کنید، نیروی F اینوریه، نیروی FN و MA اونوریه. یعنی به عبارتی FN من مساوی میشه با FN های MA. میتونیم جاگذاری هم کنیم، 10.4 منهای جرم جس چقدره؟ 0.2 کیلوگرم شتام، 0.2 = 14 FN 10 نیوتن. درست شد؟ حالا میاریم اینجا جاگذاری میکنیم، اون ضرب در 10 MJ میشه 2، گزینه بسه خیلی قشنگ. بازم تکرار میکنم، FN و MA اونورین با بیای خارجی F که خودمون به جس وارد کردیم، اینا باید برابر باشه. قانون سوم نیوتن. سوال شماره 10. آها، یه سوال دیگه از خارج از کشور. این تست خیلی قشنگه، نگاه کنید، این تست خیلی قشنگ از آسانسور. وزنه به جرم ام به یه فنر با ثابت 200 نیوتن بر متر متصل، طول عادیش هم 50. از سقف یک آسانسور ساکن آویزانه. وقتی وزن ساکن است، طول فنر میشه 65. یعنی من وقتی اومدم به این فنر یه وزنه آویزون کردم، طول فنر از 50 شده 65. خب دوستان، چه نیروی اینو میکشه بالا؟ کایکس. چی رو به پایینه؟ امشه. بنابراین خیلی راحت من میتونم بگم با توجه به اینکه که کا روی فنر، کا دلتا ایکس رو به بالا، امشه رو به پایین، اوی که ساکنه 250 شده 65، 15 سانتیمتر یا 15 صدم، اما نداریم، جی هم 10. از اینجا خیلی راحت اما به دست میارم، دی به 10 میشه 3 کیلوگرم. درست شد؟ این حالت اول. میگه آسانسور با چه شتابی بر حسب متر بر میزور ثانیه حرکت کنند که طول فنر به 60 سانتی متر برسد. ببینید بچه‌ها، طول اولیه فنر 50، اگر طولش بخواد بشه 60، حالت بعدی 20 ضرب در 10 سانتی متر یا 1/10 نیروی کیسانی این فنر نیروی کیسانی این فنر میشه 20 نیوتن. درسته؟ وزن جسم چقدره؟ با توجه به اینکه 3 کیلو میشه 30 نیوتن. درست شد؟ قشنگ دقت کنید، وزن جسم رو به پایین 30 نیوتنه. نیروی فنر در این حالت که طول فنر نسبت به حالت اولش 10 سانتی تغییر کرده 20 نیوتنه، بزرگتره 30. بنابراین من خیلی راحت، یعنی اینجا که قاطی میکنید تو روابط ارزم به حضورتون، بگو آسانسور عمودی تکیگاه میشه فنر، اون 30، این 20، یعنی MJ منهای کادلتا ایکس مساوی با چی؟ MA. 30 منهای 20 مساویه با سا. آ چقدر در میاد بچه ها؟ 10/3. درسته؟ الان شما دارید میگید امجه زورش به کادلتا ایکس رسید دیگه، بیشتره. پس جهت شتاب در جهت امجه رو به پایین باید باشه. یعنی بین منفی 10/3 جی و مثبت 10/3 جی، منفی 10/3 جی قبوله. جهت شتاب رو به پایینه. درست شد؟ این هم خارج از کشور 1400. قشنگی. آها، یه تست خیلی خیلی فنی و قشنگی دیگه از 1400. بهتون قول داده بودم دیگه، گفتم هرچی 99400 مونده، حالا هرچی که نه،
اکثر شما هم حل کردیم، حالا یا تو جنبندی ها یا لابلای تدریس. گفتم هرچی مونده جنبندی های بعدی بلخصید که سعی میکنیم سه تا فایل بذاریم پوشش بدیم، یه بار دیگه 1400 در شکل. قشنگ دقت کنید به این تست، میگه در شکل زیر، اصلا این یکی دو سال به این نکته تو دینامیک خیلی گیر دادن، در شکل زیر جسم در آستانه حرکت رو به بالا قرار دارد، نیرویی که جسم به سطح وارد میکند آر است. حالا جسم به سطح یا سطح به جسم، آر. اگر اف رو 20 نیوتن کاهش دهیم، نیرویی که سطح به جسم وارد میکند آر پرین میشود. اینو به این خاطر گفتم که اینجا گفته جسم به سطح، بعد حالت بعد میگه سطح به جسم، فرقی نداره دیگه، بعد اون قانون سوم نیوتن آر پرین میشود. آر پرین به آر کدام است؟ ببینید عزیزان من، الان ام جی اینو میکشه پایین، درسته؟ الان ام جی داره این جسم رو میکشه پایین. وقتی به شما میگه جسم در آستانه حرکت رو به بالا قرار دارد، پس استکاک جسم با دیواره هم رو به پایینه. متوجه شدید؟ یعنی برای آستانه حرکت F برابر با استکاک به علاوه ام جی. یعنی به عبارتی F می شود موی S در FN به علاوه ام جی. درست شد که FN هم عکس العمل دیواره اینه. قانون سوم نیوتن، به جای FN میتونیم چی بگیم؟ F. یعنی به عبارتی F مساویه با موی S که نیمه، یک دوم F، ام جی مونم چهاره میشه چهاره. از اینجا F ما چقدر میاد؟ این میاد اینور منفی میشه. F منهای یک دوم F میشه یک دوم F، یک دوم F 40 باشه خود F میشه 80. درسته؟ بچه استکاکمون چقدر میشه؟ استکاک موی S در FN دیگه، FN هم همون F میشه نیم ضرب در 80، 40 نیوتن. درسته؟ بریم R رو حساب کنیم. رادیکال FN به توان دو به اضافه استکاک به توان دو. FNمون برابر با خود F 80، استکاکمون 40. بازم موزل محاسبات که تو این دو سال خیلی گریبانگیر بچه ها شد. این میشه 6400، اینم میشه 1600، میشه 8000. درسته؟ 8000 رو میتونید بنویسید 5 تا 1600 تا. 1600 خودش جذرش چند میشه؟ 40. پس این میشه 40 رادیکال 5 نیوتن. این حالت اول. خیلی سریع میگم، چون در آستانه حرکت رو به بالا قرار داره، F باز MJ و استکاک رو به پایین باید برابر باشه. خود استکاک موی S در FN جا FNش F میداریم، MJ هم که معلومه F شد 80 نیوتن. خب جای FN 80 رو میذارم. از طرف دیگه استکاک هم که بود، موی S در خود F میشه یک دوم ضرب در 80، اونم 40، یه جا گذاری شد 40 رادیکال 5. ببینید بچه ها خوب دقت کنید به مرحله بعد، من بالا به رنگ دیگه بنویسمش، اینجا خیلی مهمه. میگه F را 20 نیوتن کاهش میدهیم، یعنی حالت بعد، قشنگ دقت کنید ببینید چقدر قشنگ میشه، یعنی حالت بعد Fی که شده 80 بشه چقدر؟ بشه 60 نیوتن. درست میگم؟ F شما با FN برابره، پس حالت دوم FN می شود 60. درست شد؟ از طرفی چون جسم ساکنه، دوباره F باید با MJ و علاوه استکاک حالت دوم برابر باشه. نیای بگی استکاک حالت دوم مصومی، موی S در F جدید یعنی نیم ضرب در 60 میشه 30. نه، نگاه کنید، الان شما Fتون چنده؟ 60. مرحله دوم ما اومدیم 20 نیوتن کم کردیم 80 دیگه، طبق گفته سال این شده 60. اگه این 60 باشه اینم 40 باشه، Fs من درست اونطوری 30 در میاد، ولی چقدر ایش اینجا ظاهر میشه؟ 20 نیوتن. خیلی در این مورد باهاتون بحث کردیم، یادتون میاد من قشنگ یه جلسه اونم تو استکاک باهاتون بحث کردم. مرحله دوم بخواید مثل مرحله اول بگیم موی S در Fn نیم ضرب در 80 شد 40، اینجا بگی نیم ضرب در 60 میشه 30، خیر، اینجا F ما 60 شده، MJ 40، استکاک 20.
در میاد ولی تو این سال 20 آر جدید رو بریم به دست بیاریم. حالا آر پرین رادیکال اف ان این مرحله به اضافه استکاک این مرحله میشه 60 به توان 2 به اضافه 20 به توان 2. 3600 با 400 میشه 4000، به عبارتی میشه 20 رادیکال 10. اینم مرحله دوم. چی از ما خواسته بچه ها؟ نسبت آر پیرین به آر بیم حساب کنیم. نگاه کنید بچه ها، این به این نمونه دو، این هم میشه رادیکال 10 5 2، رادیکال 2 2. جواب گزینه خواهش میکنم این تستا رو خیلی با دقت بخونید. خیلی سر کلاس این حرف رو زدیم ولی آشی کشکی خالتونه 99400 اینطوری شده. حالا معصومی هزاری هم که بگی مثلا تو بارها به ما گفتید شما که واسه 190 نمیخونید و اینا، برای اینکه مثلا بتونیم راندمانمون رو حداقل رو 70-80 به بالا حفظ کنیم، رو 70 حفظ کنیم و اینا، چه کار باید بکنیم؟ اون موقع باید وقت تستایی رو که کوتاه یا ساده حل میکنی بیاری بهینه کنی روی زمان اضافه تری که واسه حل اینا لازم داری. اوکی؟ بریم تست شماره 12. آها ببینید، خب مثلا اینم 1400 خارجه، یعنی یه سوال سنگین محاسباتی، یه سوال فنی و نکته دار خیلی کوتاه، اینو میان با هم بالانس میشن. میگه نردبانی به جرم 16 کیلوگرم به دیوار قائم بدون استکاکی تکیه دارد و پایه آن روی سطح افقی در آستانه سرخوردن است. اگر نیرویی که از طرف نردبان به سطح افقی وارد میشود، یعنی بازم آر، 200 نیوتن باشد، قریب استکاک ایستایی نردبان با سطح کدام است؟ ببینید خیلی شبیه این تو کلاس حل کردیم. نیرو همین الان هم گفتیم نیروی سطح چی بود؟ رادیکال استکاک به توان 2 به علاوه اف ان به توان 2. درسته؟ اینو گفته چقدره؟ 200. استکاک نمیدونم چون ضریب استکاک به من نداده. اف ان خب همین الان گفتیم یه جسمی روی سطح افقی باشه، FN بالا MJ پایین، 16 کیلو میشه 260. درسته؟ توانه بچه ها اعداد طلایی فیثاغورس یه بار برای من میگید 3 4 5. درسته؟ الان 160 200 4 40 برابر شده، 5 هم 40 برابر شده، 3 هم 40 برابر کنید تست شما 120. درسته؟ حالا FS چی بود؟ مو در FN 120، این که مجهوله، اینم 160. بگید اینا 1400 خارج، اینو میگم اینا بالانس میفته کنار هم دیگه. تو زیره چون خیلی در این مورد حرف زدیم، دیره مثلا 20 ثانیه 30 ثانیه اینو حل میکنی، زمان اضافه تری که داری میره رو اون سوالای محاسباتی. اینو به این خاطر میگم اون دقت کرده باشید، ما انقدر حرف زدیم، انقدر تستنی کردیم، جنبندی کردیم که هیچ چیزی رو به شما نگفتیم بذارید کنار. اون یه عرفی شده آقا مثلا این مبحث رو بذارید کنار، سوالای سخت محاسب ما تو الان چنین حرفی نزدیم و نمیزنیم، هم شاید اولویت بندی کنیم ولی اینکه چیزی رو کنار بذاریم نه. اوکی؟ فقط برای شمایی که انقدر پیگیر رو خوب بودید. بریم تست شماره 13. آها، تست شماره 13 خوب دقت کنید. باز هم خارج از کشور. ببینید بچه‌ها، من یه نکته ای رو از متن کتاب درسی براتون مرور کنم. اصلا علت این که این تستم انتخاب کردم به خاطر این بود که در این مورد ازم سوال پرسیده شد و یادمه تو پی وی هم جواب دادم. وایسید جنبندی تست ازش میذاریم که مفصل تر باتون حرف بزنیم. یه سری صحبت ها من در مورد مقاومت هوا و شاره و اینا باتون داشتم تو دینامیک، بخوام همونا رو تکرار کنم. خوب نگاه کنید،
وقتی یه جسم میاد سقوط میکنه، اجازه بدید من بهتون بگم، وقتی یه جسم میاد سقوط میکنه، خب MJ اینو میکشه پایین و این با شتاب سرعت زیادی شروع میکنه میاد رو به پایین. مقاومت شاره که حالا در سقوط آزاد میگفتیمش مقاومت هوا، درست شد، زیاد میشه. بلخص این که حالا یه چتر بازم باشه، چترشو باز کنه، زیاد میشه، یواش یواش اینو خونسا میکنه و شتاب هی کم بشه برسه به صفر. شتاب که میرسه به صفر چه اتفاقی میفته؟ سرعت ثابت میشه. یعنی هرچه مقاومت هوا افزایش پیدا کنه، این داره اینو خونسا میکنه و اینکه بالاخره باش متوازن برابر میشه، شتاب صفر میشه دیگه. اون چتر باز با سرعت ثابتی شروع میکنه پایین اومدن. اون قسمت رو بهش دیگه به سرعت میگن تندی حدی، میگن تندی حدی، درست شد؟ الان داره میگه چتر باز، دقت کنید، میگه چتر باز بعد از پرش چترش رو باز میکنه، مقاومت هوا افزایش پیدا میکنه، همه حرفی که من زدم. پس اون شتاب جی که داشتین رو میکشید پایین، وقتی مقاومت هوا رو به بالا عکسش باشه، شتاب شروع میکنه به چی؟ کاهش. و همینطور که شتاب داره کم میشه، سرعت سقوط هم کم میشه و بالاخره به تندی حدی برسه. میگه از این لحظه به بعد کدام مورد درسته؟ تندی و شتاب کاهش پیدا میکنه تا اینکه به تندی حدی میرسه و با اون سرعت ثابت میاد پایین، زمانی که به سطح زمین. اینم تست مفهومی قشنگی بود. بریم سراغ تست 14. آسانسوری با شتاب ثابت در حرکت است. گلوله‌ای به جرم 500 گرم توسط نخی از سقف این آسانسور آویزونه. درست شد؟ اگر حد اکثر نیروی کشش نخ 4 نیوتن باشد، آسانسور با چه شتابی در چه جهتی حرکت کند تا نخ پاره نشود؟ خب ببینید عزیزان من، الان نخ رو به بالاه، بیشتر این تحملش هم 4 نیوتنه. چی رو به پایینه؟ وزن. اگه اجازه بدید من دبلیو نشونش بدم. چی رو به پایینه؟ وزن. 500 گرم یعنی نیم کیلو ضرب در جی که ده میشه چند؟ 5. بیشترین نیروی کشش نخ 4 نیوتن، وزن 5. حرکت قطعا باید رو به پایین باشه تا نخ پاره نشه. درست شد؟ MJ منهای T مساوی با چی؟ MA. 5 منهای 4 مساوی با نیم A. 2 متر بر میزور ثانیه. پس حرکت رو به پایین، شتابند. اینا دیگه تست های فنی هست. یعنی تو تکنیک و نکتشو که بلدی، خیلی راحت تو زمان کمی اینا حلش میکنی. همون موضوعی که میگم باید تو بالانس کردن زمانتون برای اون تست هایی که وقت گیرن به کار ببرید. درست شد؟ بریم تست شماره 16. تست شماره 15. حل کردیم؟ بریم 15. شکل روبرو نیروهای وارد بر توپ فوتبالی به جرم M را در بالاترین نقطه مسیر نشان می‌دهد. اگر جرم توپ 800 گرم و نیروی مقاومت هوا در برابر حرکت آن 6 نیوتن باشد، بردار شتاب آن با راستای قائم زاویه چند درجه می‌سازد. خب دوستان عزیز، نیروها رو تو بالاترین نقطه مشخص کنیم. چی اینو می‌کشه پایین؟ وزن. 800 گرم یعنی 0.8 کیلوگرم، پس این میشه 8 نیوتن. نیروی مقاومت هوا هم که یادتونه دیگه، مماس بر مسیریه که توپ میره، اینم گفته چقدره؟ 6 نیوتن. درست شد؟ الان نگاه کنید، داره به شما میگه بردار شتاب با راستای قائم چه زاویه میسازد. خب ببینید F میشه MA، بردار شتاب متناسب با بردار نیروه. تو یه نیروی وزن داری، یه نیروی مقاومت هوا. الان میخوای اینو به دست بیاری، میشه بردار نیروی برایند. میخوای این آلفا رو به دست بیاری، درست شد؟
پس نیروی وزن، نیروی مقاومت هوا این براینده نیروها، ما قراره بریم آلفا رو به دست بریم. خب ببینید بچه ها، دو کار میتونید بکنید الان، هرچی این باشه اینا همونه، درسته؟ میتونید برید بگید 6 8 فیثاغورس برایند میشه 10، پس سینوس آلفا مقابل به بتر. میتونید هم یه ضرب از تانژانت برید، مقابل و مجاور رو دارید هر طور دوست دارید. الان من میگم 6 8 برایند چنده؟ 10. سینوس آلفا میشود مقابل به بتر 6 دهم، پس آلفا چنده؟ 37. جواب گزینه دو. فقط بچه‌ها خیلی دقت کنید، اون گفته راستای قائم، مثلا اگه میگفت با راستای افق چه زاویه می‌سازه، اینو باید به دست می‌آورد، جواب میشد 53 درجه. برو دقت کنید. بریم تست شماره 16. نمودار تکان زمان متحرک مطابق شکل زیر است. اگر جرم متحرک 5 کیلوگرم باشد، کار برایند نیروهای وارد بر جسم در مدت 10 ثانیه چند ژول است؟ بچه کار برایند، درست شد؟ خب یه گریز بزنیم به مبحث کار و انرژی. کار برایند چی بود؟ یادتون باشه گفتیم تغییر انرژی جنبشی 1/2 ام بی 2 منهای وی صفر، درسته؟ خوب نگاه کنید، ما میگفتیم رابطه تکانه چیه؟ ام وی. خب جرم که همیشه ثابته، پی متناسب با ویه، دبل اکس وی هم متناسب با پیه. همونطور که میبینید تو این نمودار از 8 تا 10 پی ثابته، یعنی وی ثابت بوده و تغییراتی نداره، پس با این یه تیکه کاری نداریم. در واقع این میشه پی صفر من وی صفر رو به هم میده، لحظه 8 هم پی هرچی بود وی رو داد، همون میشه وی لحظه 10، چون از 8 تا 10 دیگه وی ثابته، وی ثابت، وی هم ثابت. گفت جا گذاری کنه تو رابطه، پی صفر منهای 10 جرم رو بذارم 5 منهای 10، اینم جا گذاری کنید، وی صفر شما چقدر در میاد؟ منفی 2 متر بر ثانیه. لحظه حالا 8 تا 10 که بی ثابته 10 بذاریم چند در میاد؟ مثبت 2 متر بر ثانیه، درسته؟ یه جا گذاری کنید، 1/2 ام وی آخر که 2، وی اول هم منفی 2 برای برایند 4 منهای اونم میشه 4 0. مطمئنم خیلیاتون دارید میگید معصومی وقتی ما میگیم کار برایند، چون واقعا این انتظار رو ازتون دارم، وقتی میگیم کار برایند میشه تغییر انرژی جنبشی و تغییر انرژی جنبشی متناسب با تغییر تکانه است، تغییر سرعته، خود سرعت هم متناسب با پیه، یه نگاه به این نمودار میکنم میگم 8 تا 10 پی ثابته، وی ثابت، کاری ندارم، چون پی اول آخر برابر اندازش. چرا اندازش؟ چون تو این رابطه وی توان 2 میگیره، پس وی اول آخر اندازش برابره، همینطوری چشمی میتونیم این کار برایند صفر. درست شد؟ بسیار عالی. بریم تست شماره 17. وارد فصل 3 بشیم. خوب دقت کنید بچه ها، فصل 3 رو یادمه، حالا فصل 1 و 2 هم که حالا یا حتی 11 همی هم که گفتیم، اینا خب خیلی مهمن، منتها چون خیلی جمع‌بندی ازشون انجام دادیم من کمتر براتون استرس داشتم، ولی فصل 3 رو خواهش کردم ازتون، بازم میخوام الان تست بزنیم، میگم کلی تست رو جمع‌بندی هم هم داشتیم، خیلی روش برنامه‌ریزی داشته باشید، یعنی یکی از اون مباحث بارم بیار کنکوره، میتونی تستاشو بزنید. میگه نوسانگری روی سطح افقی بدون استکاکی نوسان میکند، لحظه ای که جهت حرکت نوسانگر عوض میشود، کجا جهت شتاب عوض میشود؟ دو انتهای مسیر. میگه شتاب نوسانگر اندازش 8 بیمه، تو انتهای مسیر شتاب ماکس، و لحظه ای که نیروی وارد بر متحرک صفر است، کجای مسیر نیرو صفر بود؟ مرکز نوسان، اونجا وی ماکس میشد، سرعت نوسانگر اندازش 2/10 پیه،
پس بی ماکس هم 2 دهم. در مکان x مساوی 1 بگید اندازه بزرگی شتاب چقدره. خب مطمئنم همه تون دارید بگید معصومی x داده شتاب میخواد a مساوی منهای اومگا 2x. کاملا درست. اومگا رو نداریم. با توجه به اطلاعاتی که داریم آی ماکس چنده؟ 8 دهم پی 2. بی ماکس چنده؟ 2 دهم پی. یه جاگذاری کنید. آی ماکس اندازش آ اومگا 2 بود، یعنی 8 دهم پی 2. بی ماکس اندازش آ اومگا بود، اینم 2 دهم پی. خیلی راحت طرفین رو با هم تقسیم کنید. این به این تقسیم بشه اومگا میمونه، اینم به این تقسیم بشه. ببینید اشار با اشار میره، 8 به 4، 8 به 2 میشه 4، پی 2 هم توان 2ش با این میره، یعنی اومگا ما میشه بعد 4π رادیان بر ثانیه. حالا جاگذاری کنید آ چی بود؟ منهای اومگا 2x منهای 4π به توان 2 متر بر منظور ثانیه خواسته، x هم 1 سانتی متر یا 1/100 به توان 2. درسته؟ 16π2 بذار تقسیمش بکنیم. 1 سانتی متر 1/100 16π متر بر منظور ثانیه. ما حواسمون نبود انقدر انرژی تست دادیم توان 2 گذاشتم. جوان گذاری درست شد؟ دو انتها دو او اف ماکس نکات رو تکرار کنید. ای صفر مرکز ایکس او اف صفر وی از اطلاعات راحت میتونیم بفهمیم که این سرعت و شتاب ماکسیموم و بقیه قضیه. بریم سوال تست شماره 18. آخه بازم 1400 خارج از کشور چه تست قشنگی اومد. یادتون باشه بهتون گفتم حتما از انرژی تست میدن، اصلا ردخور نداره. این چند سال خیلی تست اومده. 1400 هم یه تست بگم 99% نگیم 100% فردا بیاد گیر بدید، ولی میدونم 100% سوال میدن از انرژی. نمودار مکان زمان نوسانگری مطابق شکل زیر است. انرژی جنبشی نوسانگر در لحظه 3/16 ثانیه چند برابر انرژی مکانیکی شه؟ یعنی میگه در لحظه سه 16 ثانیه باج هم برابر ایه. درست شد؟ ببینید دوستان خوب دقت کنید، من خیلی سریع نکاتی رو که کلی با هم تکرار کردیم میگیم. کل تا صفر پی دوم، صفر تا در پی دوم، تا اینجا شد پی. اینجا 2ه، 2 به 4 1/2، این یه تیکه می شود پی 6، پس اینجا تا این پایین میشه پی 3. یعنی از شروع تا بیاد به این نقطه برسه 1/3 ثانیه طول کشیده، دلتا تتاش میشه یه پی علاوه پی 3، به عبارتی 4π3. بگید 4π3 چی بود؟ 4π6. اینو مساویه با 1/3 میذارم، دوره از اینجا چند در میاد؟ این با این ساده میشه 2 میمونه، یه طرف این وسط این کنید 2/4 میشه 1/2 ثانیه. 1/2 ثانیه این شد دوره. حالا میگه در لحظه 3/16 ثانیه کاچ هم برابر ایه. دوستان یادتونه میگفتیم دلتا تتا به روی 2π میشود دلتا تی به روی تی، دلتا تتا به روی 2π 3/16 به روی 1/2. درست شد؟ بیایم سادهش کنیم. اگه اجازه بدید من یهو جواب آخر رو بنویسم، یه دور در دور نزدیک در نزدیک کنم، این میشه 6/16. درسته؟ خود 16 با این دو ساده بشه 8 میمونه، 6/8 میشه 3/4 که پی هم میره کنارشون طرف این 3π4. درست شد؟ من اینجا یه مکس کوچولو میکنم. لحظه 3/16 ثانیه باز یا تتای ما از 0 رسیده به 3π4.
یه مکس دو سه ثانیه میکنم، بگو یاد چی میفتی. π/4، 3π/4، 5π/4، 7π/4. سینوس و کوسینوس برابره و ایکس با هم برابره، پس کاویو هم برابره. یادتونه موقع تدریس انرژی نوسانگر خیلی رو قضیه با هم کار کردیم، تستای زیادی هم تو جزوه گفتیم. 1400 خارج روز شد. حالا شاید بعضا هم بهتون گفته بودن اینا چیزای اضافه یه داره میگه. نگاه کنی 3π/4 جاییه که کاویو با هم برابره، در ضمن جمع کاویو میشه چی؟ ای. نتیجه گیری کاب ای یک دو، یعنی کاب به روی ای مینوسی، کاب به علاوه ای خواهی اینا برابرم، میتونی بگی دو کاب با هم ساده میشه یک دو. جواب گزینه خیلی قشنگ بود. بسیار عالی. بریم تست شماره 19. آها، 99 رشته ریاضی، تستی که زیاد پرسیدید و من گفتم صف کنید تا تو جمع‌بندی بگیمش. میگه تست‌های محاسباتی و قشنگ 99 رشته ریاضی. آونگ ساده‌ای در مدت 72 ثانیه 40 نوسان کامل انجام می‌دهد. طول آونگ را چگونه تغییر دهیم تا در همان مکان همان مدت، یعنی تی همون 72 ثانیه باشه، حالا تعداد نوسانش بشه 45 تا. پی دو هم جیرم گفته پی دو بگیرید. ببینید بچه‌ها دوره آونگ چه بود؟ 2π رادیکال ال. درسته عزیزان من، خود دوره رابطه دیگرش چی بود؟ پی به روی ان. الان حالت اول زمان شما 72، اینم 40، 2π رادیکال ال به روی جی. دو رو با 72 ساده کنی میشه 36. خود 36 به 40 ساده بشه میشه چند؟ 9/10. این برم که میشه پی رادیکال ال جی. طرفین به توان دو برسه 81/100 میشه پی دو ال به روی جی. اینا رو میتونی بزنه، خودش گفته. پس طول آونگ در حالت اول 81/100 یا 81 سانت بوده. درست شد؟ خیلی راحت. بریم مرحله بعد. دوره در حالت جدید 2π رادیکال ال حالت جدید به روی جی. دوباره دوره رو میتونید بگید تی انم، این دفعه زمان که همونه، ان شده چند؟ 45. یعنی میشود 72 به روی 45، 2π رادیکال ال پرین به روی جی. بس ساده کنید، 2 با 72 ساده بشه دوباره 36. 36 45 شما باید به چند سادهش کنید؟ به 9. میشه 4/5 پی رادیکال ال پرین به روی جی. به توان دو برسونیم میشه 16/25، اینم میشه پی دو ال پرین به روی جی. اینا با هم میرن، ال پرین مساوی میشه با 16/25 متر. بچه ضرب در صد میکنم میشه سانتی متر، 64 سانتی. علل حساب طول 81 باید بشه 64. چه اتفاقی باید بیفته؟ اولا کاهش، بعدم میفته. بچه تو رو خدا من یه حرفا خیلی تکراریه، ببخشید. رو تو تست قبلی هم گفتم، بازم دارم بهتون میگم، شاید بیشتر از سخت بودن موزل محاسباتی بودن تو این دو سال عذاب آور بود با روش های میان بروینی که کلن بذارید کنار، ولی با تکرار و تمرین زیاد تسلط و تمرکزتون روی محاسباتی که معمولا دیدید خیلی راحت اشتباه میکنید اونو ببرید بالا. فقط تمرین و تکرار، هیچ منبعی، هیچ نمیدونم آیتم جدیدی، هیچی نیاز نداری، با تکرار خودت ببینید که محاسباتون یکی دو سال بگیم 99400 98 باز بهتر بود. واقعا یه موزلی بوده. تست شماره 20. من قبل از اینکه 20 حل کنم یه چیزی بهتون بگم. علت اینکه بی وقفه همینطوری یه نفس
دارم حل میکنم و میرم، حالا شاید بگید شعار میده، ولی باور کنید اون حسی که سر کلاس تو جمع‌بندی ها داریم، مثلا دقت کرده باشید روزای جمع‌بندی تنها روزایی که درخواست آنتراک نمیدید، یعنی من الان سر حالی اون موقع رو دارم احساس میکنم، مثلا اگه سر کلاس بودیم اینا رو حل میکردیم، همه دارید جواب میدید، اصلا زمان خستگی اینو برام معنی نداره، اینطوری یه نفس میخوایم بریم تا آخر این فایل، درست شد؟ از همین حس تو درس خوندن خودتون هم ایجاد کنید. بریم تست 20. میگه شکل زیر نقش یک موج عرضیه که در یک تناب با سرعت 20 سانتی متر بر ثانیه در حال انتشار، نوع حرکت و مسافت طی شده نقطه M در بازی زمانی 0 تا 1.48 به عبارت این دلتا تیمونم 1.48 ثانیه. دیگه نوع حرکت تند شونده یا کند شونده و مسافت طی شده نقطه M تو این بازی زمانی کدام است؟ خب ببینید دوستان، من یه سری چیزا رو خیلی سریع رد کنم. اولا خب چیز نگفتم، موج در جهت محور ایکس منتشر میشه. آقای ام در تعقیب نفر سمت چپیش یا راستیشه؟ مرسی. در تعقیب نفر سمت چپی که ازش پایین تره، اینم داره میاد پایین، داره میره به سمت مرکز. حرکت قطعاً تند شونده است. همین الان تو تست قبلم گفتیم مرکز می ماکس، حرکت تند شونده. حالا میگه مسافت چقدره؟ ببینید بچه ها، لانداشی بود بی تی، یه نوستان لاندا پنجه، بی بیسته، دوره از اینجا چقدر در میاد؟ یک چهارم. بچه ها یه چیزی رو حواستون باشه، بی رو سانتیمتر بر ثانیه داده، لاندارم سانت گذاشتم، تا شد چی میگم؟ اگه متر بر ثانیه بود که حالا خیلی تست دادیم با هم، ولی لاندا رو بیارید تو این رابطه متر بذارید، جفتش سانت دیگه تبدیل نکردم. یه بار دیگه اون نکته ای رو که قبلا هم استفاده می کردیم بگی، دلتا تتا به دو بی، دلتا تی به تی، دلتا تتا به دو بی، 1.48 به روی 1.4. بچه سادش کنید این با حالا دور در دو نزدیک در نزدیک هم بکنیم اول چه بهتر، 4.48 میشه 1/12، 12 خودش با 2 ساده بشه میشه پی 6. قشنگ نگاه کنید، شنیا کنید، 1/2 1/2، پس اینجا چقدره؟ پی 6. دقیقاً تو 1.48 ثانیه هم پی 6 میاد پایین، میرسه به مرکز، مسافتی هم که طی میکنه 1 سانت. هم تست از موج بریم تست شماره 21. خب آها، رسیدیم به تست رو شکست نور که خیلی دوست داشتید. ببینید میگه در شکل مقابل اوپرین 3.5 سانتیمتر است. درست شد؟ میگه بگویید دریب شکست تیغه چقدره؟ حالا مثلا من بیرون که هوای 1 بگیرم، حالا میگه بگید N تیغه N2 چقدره؟ خب خوب نگاه کنید بچه ها، خوب دقت کنید، الان روی این شکل وقتی اینجا 37 باشه، این زاویه کناریش چقدر میشه؟ 53. درسته؟ اینجا هم که طبق خود شکل 6 سانته، درست میگم؟ الان شما تانژانت 53 میشه مقابل به مجاور، یعنی این یه تیکی که من اسمشو بذارم این تانژانت 53 میشه 6 به روی ایکس مقابل به مجاور. درسته؟ اینا رو زیاد بهتون گفتم، چه توی دینامیک چه توی 11، حالا همه مباحث. 37 و 53 متمم همن، سینوس کوسینوس برعکسه. سینوس 37 6 دهم باشه، کوسینوسش 8 دهم 53 برعکس.
یعنی 53 درجه سینوسش 8 دهمه و کسینوسش 6 دهم. به عبارتی تانجانتش میشه 4 سوم. از اینجا خیلی راحت میفهمم x 9 4 و نیم، 9 دوم 4 و نیم. یعنی x رو من راحت فهمیدم 4 و نیم سانته. درست شد؟ x چقدر شد؟ 4 و نیم سانت. بچه ها خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، از اوپرین تا این نقطه 1.5 سانت، 1.5 سانت چقدر میشه؟ 8. در این مثلث که دارم با دست نشون میدم، این 8 اینم 4 نتیجه بگیرید، این زاویه هم میشه 53. اون این زاویه هم تانژانتش میشه مقابل به مجاور، تانژانتش میشه مقابل به مجاور 8 به روی 6 همون 45 هم 53 درجه است. از طرفی دیگه میدونید که هوا این تیغم این وسط، هر چی این آی باشد این 53 درجه هم همینه. ببینید بچه ها، این پرتو امتدادش 100 درصد موازی با این پرتو اولی است، چون هر دو طرف هواه. یعنی اینجا هر چی شکست اتفاق افتاده و نزدیک شد، اینجا موقعی که در میاد دقیقاً مثلا اونجا همونقدر دور میشه. این 53 باشه، آیم 53. حالا رابطه سینوس ها رو بنویسید. سینوس آی به روی سینوس آر میشه اندوبه ان یک 53 درجه، 37 اندو مجهول، ان یک هم که هوای یکه. بچه این 8 دهم اینم 6 دهم میشه 4 سوم. خب بزنیم شد دلی قشنگ از شکستم. پس اومدم گفتم این 37 باشه این 53، با تانژانت 53 این یه تیکه رو مشخص کردم. بعد گفتم خب حالا 3.5 و 4.5 میشه 8، 8 به 6 دوباره 4 سوم. این زاویه هم روبروش کنم روبروش به مقابل به مجاور، پس اینم 53 درجه است. این زاویه با آی برابره، تعداد این موازی اینا متقابل است، 53 باشه اینم 53. و بعدم رابطه سینوس رو شد. حتما بخونید، چون مباحثی که هر طور سوال میدم. بریم تست 22. بازتاب نور. بچه نگاه کنید، میگه در شکل زیر امتداد پرتو نور بازتابیده از آینه M2 با امتداد SI، منظورش همون پرتو اولی است. با امتداد پرتو نور اولیه چه زاویه‌ای می‌سازه؟ قشنگ دقت کنید بچه ها، خوب گوش بدید. اینجا یه ذره شکل میخواد شلوغ پلوغ بشه، مو به مو. حالا قاعدتا شما موقع دیدن میتونید استوب کنید، برگردید از عقب نگاه کنید هر چیز، ولی مو به مو دقت کنید. به هر حال ببینید، این پرتو میاد میخوره به آینه 2، درسته؟ 100 درصد نمیتونه اونطوری بازتاب بشه، این دوباره بر میگرده میخوره به آینه 1 که طبق گفته سوال اینا امتدادشون با هم چی بسازه؟ زاویه بسازه. متوجه شدید؟ خوب نگاه کنید، این 30 باشه اینم میشه چند؟ 30. درسته؟ حالا خوب دقت کنید، من اگر اسم اینو بذارم x، همتون یادتونه دیگه، اینم قطعا همون xه. حالا مثلا اسم این وسطی رو هم بذاریم چی؟ فکر. دوستان من خوب دقت کنید، الان جمع سی ایکس به علاوه ایگرگ و 50 یه مثلثه، یعنی جمع ایکس به علاوه ایگرگ به علاوه 80 باید بشه 180. به عبارت ایکس به علاوه ایگرگ میشود 101. موضوع دوم، x y و x ستاش میشه یه زاویه، ارزم به حضورتون، نیم صفحه.
پس 2x به علاوه y هم باید بشود 180. از اینجا خیلی راحت شما میتونید بگید اینو منهای این بکنم، x میشه 80، x میشه چند؟ 80. خب من با اجازتون اینجا رو شلوغ پلوغش نمی کنم. اگر x بشه 80 اینم 50 باشه، قاعدتا باید اینم چند باشه؟ 50. درسته؟ شما قرار بگید این دوتا امتدادشون با هم چه زاویه‌ای می‌سازه؟ باستاب از آینه 2 و SI. قرار این زاویه رو به دست بیارید. خب من یه سوال از شما دارم. این 30 باشه اینم 30. این 50 باشه اینم 50ه. جمع اینا هم که باید بشه یه مثلث 180. 50 30 50 80. پس این زاویه من اگه اسمش X باشه جواب گزینه درست شد. 1400 خارج از کشور. خیلی تکراری هن اینا، درست میگم؟ از بس ما مثلا 1400 داخل برای تستای بازتاب نور. یادم میاد تازه که درسش دادیم حتی بچه های خوب و قویمون اسمه بریم میگفتن نه خوشمون نمیاد اینا، یعنی سادگیش اون ریزکاریاش شد یه دلواپسی، ولی بعدش که تستاشو حل کردیم جنبندی فکر کنم بیشتر از بقیه مباحث فصل 3 خوشتون اومد، پس قشنگ روش برنامه داشته باشید. بریم سراغ تست 23. آها بازم 1400 خارج. وای 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 این تستا از دست بره خودتا نمیبخشید. دیگه در شکل زیر جبهه های موج الکترومغناطیسی را نشان میدهد که از محیط یک وارد محیط دو میشود. تندی نور در محیط یک به تندی نور در محیط دو. بچه ها سینوس با این رابطه یه عکس، چون اینجا دارید میبینید دیگه N نداریم، بعد بریم چی میبینید اینجا؟ تابیه. درسته؟ سینوس با هم رابطه عکس، وی با هم رابطه عکس، سینوس و وی با هم رابطه مستقیم. وی یک به وی دو، محیط اول زاویه 45، محیط دوم زاویه 45. باره چون قاعدتا با سینماتیک و دینامیک و حالا مدار و اونجور چیزا شروع میشه، بعد میرسید به اینا. یه موقع سالا ما تو اون جمع‌بندی آخر که یه کنکور جامعه حداقل مثل کنکور جامعه با هم تست میزنیم دم کنکور، بهتون اینا رو بیشتر میگم، ولی حواستون باشه تستای سنگین و نکته داره نمیدونم سینماتیک و دینامیک و اینجور چیزا باعث نشه این تستای ساده رو دست بدید. اینم باز 1400 بودا، فقط گیر یه نکته است، اونم همتون بلدید. بریم تست شماره 24. برسیم به صوت. آها. ببینید بچه ها سوال اینه، میگه توان یک منبع صوت 500 میلی وات، توان کل 500 میلی وات. شخصی در فاصله 20 متری از این منبع صوت حاصل را با تراز 80 دسیبل احساس میکند، چند درصد آهنگ زمانی انتقال سر می چه توانی ازش هدر رفته؟ یعنی شما باید توان مفید رو به دست بیارید، بعد از توان کل کم کنید، اون اختلاف میشه هدر رفت. درست شد؟ ببینید بچه ها تراز چی بود؟ لوگ آی به روی آی صفر. درسته؟ اینو چقدر داده؟ 80. کام که 10 این دسیبل لوگ آی صفرم ده به توان منهای 12. با اجازتون من یهو ساده کنم، الان این بر 8 مونده، پس تو میتونی بگی آی به روی ده به توان منهای 12 مبنا نداریم، ده دیگه میشه ده به توان 8. یه طرف این وسطین کنید، آی میشود ده به توان منفی 4. درست شد؟ خود شدت صوت رابطه چی بود؟ پی به روی آه. این مباحث خیلی ساده است.
خود ست رو چطوری به دست می آوردید؟ چهار پی دی دو. ده به توان منفی چهار، پی که مجهول است، چهار خودش، پی رو سه میذاریم، پی هم درسته. بریم ساده کنیم، این میشه 400. 4 تا 12 تا میشه 48. بعد دو تا صفر اینو میکنه منفی 2 میشه 48 صدم وات. به عبارتی میشود چون اونو میلی وات داده 480 میلی وات. بچه 500 میلی وات بود، شنونده چه توانی رو دریافت کرده؟ 480. نتیجه 4 میلی وات. معذرت میخوام، بیست میلی وات صرف محیط شده، جذب محیط شده. میگه این چند درصده؟ تلف شده 20، اولیه 500، 1/25 درصد. خیلی شد؟ خیلی ندارید؟ حتما الان دارید میگید معصوم داره گیریم، مشکلی هم داشته باشیم، من میتونیم بهت بگیم داریم آفلاین میبینیم. قطعا که میتونید بگید، شما تو گروه میتونید اشکالاتون رو بپرسید. عرضم به حضورتون خیلی اوقات قبل اینکه اصلا من بیام چک کنم بچه ها جوابتون رو میدن. قطعا دو سه هفته تعطیلی بنده کنارتون هستم، حتما حتما سوالاتون رو تو گروه مطرح میکنید. واقعا عالی بودید و این باعث شده که ما متعهدتر باشیم که باید قوی تر ادامه بدیم و البته تا آخر مسیر این شرایط رو حفظ کنیم. بسیار عالی. و اما بریم سوال 25 و آخرین تست از فایل 12 براتون حل کنیم. بازم 1400 خارج. اینم تست قشنگیه. نگاه کنید، میگه سه ناظره A, B, C در فاصله های R، 2R و 4R از یک چشمه صوت قرار دارند. تراز شدت صوتی که ناظرهای A و B در معرض آن قرار دارند بتا و 5/6 بتا است. B یا بتا. تراز شدت صوتی که ناظر C قرار داره در معرضش قرار داره چند دسیبله؟ بچه ها اختلاف تراز شدت صوت میشد چی؟ دو تا کال لوگ F2 A2 D1 F1 A1 D2 یادتون میاد. منتها ما چشمی صوتیمون تغییر نکرده، یعنی بسامد و دامنه ثابته، این فاصله هاشونه که تغییر میکنه. خوب نگاه کنید، اینجا رو دقت کنید، الان بهتون میگم چرا R1 و R2 براش نداشتم. الان تراز A بتا مال اون یکی 5، یعنی مال A بزرگتره. شما قرار اینو بنویسید چی؟ تراز شدت صوت A منهای B. پس اینجا باید R B به R A بذارید. یادتون میاد دیگه رابطش که تو جزوه براتون اثبات کردم، F2 A2 بالا بود ولی D1 میرفت بالا. درسته؟ الان هم چون میگه تراز به آمن های به، از آره به باید بالا باشه. این میشه بتا من های 5/6 بتا. اینم میشه 20 لوگ 2R به روی R. یه جاگذاری چیز، یه مخرج مشترک بگیریم ساده کنیم، این میشه 1/6 بتا، اونم R با R میره، میشه 20 لوگ 2. بچه لوگ 2 رو چقدر داده؟ 3/10. یعنی 1/6 بتا 20 3/10 میشه 6 و بتای ما میشود 36 دسیبل. به 6 دسیبل. حالا میگه بگید سی چقدره. بچه بریم یه بار دیگه حالا واسه یه آوسی بنویسیم. میتونید آوبر هم بنویسید، یعنی بریم ببینید 5/6 36 چقدر میشه. بیای بوسه رو بنویسیم، من حالا آوبر رو بنویسم، میشه 2K log R C/R. حالا اینه چی باید بنویسم؟ زیرش بنویسم جا نیست. به
اتفاقا من هرگز هستی مساوی با اینه چند در آوردیم؟ 36. این که مجهوله، اینم میشه 20 لوگه. باید عددتون من یه هم نویسم آر سی چار آر 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 با هم برن چار میمونه. 36 منهای بتا بتای سی البته مساوی با بچه اینو می‌نویسم 2 به توان 2. توان 2 میاد اینجا ضرب میشه، یعنی میشه 40 تا لوگ 2. لوگ 2 چنده؟ 3/10. 40 تا 3/10 میشه 12. خب این میره اونور مثبت میشه، 12 بیاد از این کم بشه 24. جواب گزینه 1. 1400 خارجی از کشور. دوستان عزیز این از فایل اولمون 12. شک ندارم که خیلی از اینا رو خودتون میتونستید حل کنید، ولی خواستم یه مروری بشه. من حتما چندین بار اینا رو مرور میکنید، ترکیبی میکنید با اون جمع‌بندی‌های قبلی که داشتیم، تستایی که خودتون زدید، آزمونایی که داشتید، و یک آرامش خاطری میرسید. اگر یه موقع استرس اینم که چی زیادتون رفته بهتون دست داد، صرفا به خاطر اینی که به خاطر حجم مطالب، چون یه درس هم که نداری 7-8 درسه، از حافظه کوتاه مدتتون بده، قشنگ یه برگه میذاری جلوت، نکاتو مینویسی، ترکیب که هر لحظه این حس منفی اومد یه نگاه کنی همه برگرده به حافظه.